الرحمن الرحيم. درس امروزی ما بالای برنامه اکسل می باشه. منوی پیج لی اوت و کمند قسمت بریکس. از این کمند درس ما بخیر شروع میشه. خب در قدم اول ما میایم به خاطر از اینکه موضوع ما درست حرف فهمیده شوه یک تیبل تشکیل میدیم. صفحه قدر دوباره پورتریت میگیریم تا ای که پیش برک معلوم شود که چقدر ما صفحه داریم. بعدا قسمت تا به این بخش یه اندازه بزرگتر است. این کار که اجرا شد دیده چی میگیم برش؟ مهجم سن فرض مثال درج میکنیم UN Employees Salary بعد سایز شما اگر نظافی بزرگتر می سازیم بولد باشه و بعد رنگایش انتخاب میکنیم و از این قسمت هم کنترول بی یا بولد بعد این کار که اجرا شد رنگ هم وش انتخاب میکنیم سمال است در بخش فایننس معاشش 12 سال انفارمیشنش فرض مثال هر چیز که باشه شما معلومات شد راجع به همون شخص درج میکنید قیوم است در بخش ادمین معاشش 500 و این هم صبور است در بخش یادم چی کار است گارد است ماشش تقریبا 300 است صمیم است در بخش چی است تک؟ آیدی ماشش جواد است در بخش فایننس این قدر رو دوباره پایین نبریم ولی خب کنترل سی کنترل وی قدر وقت درس خونده و روش باز میزنیم خب تقریبا دو صفحه میشه و انتخاب میکنیم تا قسمت یک درنگ برم بعد این کار که اجرا شد دوی اول دیگه باز همه میخواه کرده یک درک اندار بعدا خب حالا که بیم در قسمت فایل بخش پرنت در اینجا میبینیم چند صفحه داریم دو صفحه این صفحه اول است بعد نکست که میگیم صفحه دوم از 42 الی 50 مربوط صفحه دوم میشه چطور میفهمیم در خود صفحه میبینیم قسمت پایین میریم یک بار دیگه بالای قسمت پیج لی اوت لندسکیپ دوباره پورتری سعی کنین اینجا ما میبینیم که از قسمت 41 یعنی تا آخر 41 دیگه بر موش ما صفحه اول ما قرار داره بعدا از 42 صفحه دیگه شروع میشه چرا که ما از قسمت پیج بریک میبینیم دقیق است نه اینال اگر چاپ میکنیم دقیقا نه دیگه که دو صفحه چاپ میشه اما ما میگم که نه تا تا دوام ده دو صفحه چاپ شوه بعد از دوام 11مش در صفحه دیگه بیا و بعدا این در صفحه دیگه بیا. چطور این کار اجرا میکنیم می بالای قسمت دوام همین هستن روی آخرش کدام است؟ این قسمت سعی کنین روی آخرش این قسمت است این سلام رو شما کلک میکنیم بعدا میریم بالای قسمت بریکس اینجا چی میگیم برش؟ انزرت پیج بریک یک پیج بریک که دیگه برمه درچ کن کمی انزرت پیج بریک میگیم سعی کنین قسمت پیج بریک درچ شده یا نه
این حال که زمانی که ما شما میرین در قسمت پرند تا چند نفر از اینجا؟ ده نفر. وقتی که نکس میگیم دیگه در مجموع بعدیش نصفایی. اگر خواسته باشین که به می اساس محتویاتتان را تقسیم کنین در هر صفحه فقط در اون قسمت کلک میکنین میرین از مینوی اینزر چی میگیم برش؟ پیج برک. ببخشیم پیج لیاوت برکس و پیج برک. به می اساس ما میخواییم از قسمت سی باید در صفحه دیگه بیا دقیق میباشین که سفر شما جای اشتباه نمیکنید. سعی کو کلم آخر ما ای است. یعنی اوتو نمیشه که مدام این کلم ای کلک کنم. بعد از اون شما کلک میکنید. و روی آخر ما که است؟ اف است. دقیق است یعنی بعدا از بریک انزرت پیج بریک که میگیم در قسمت فایل بخش پرنت رفته باز هم میبینیم چند صفحه شد؟ سه صفحه تا داره در یک صفحه است بعد از اون تا سیره در صفحه دیگه است بعد از اون در صفحه دیگه تا ویدیو چون ما شما انتخاب کردیم تا سی باید باشه این کار که اجرا کردیم من در قسمت پیج لیاوت اینجا ما شما داریم ریموف پیج بریک اگر خواسته باشه اینکه پیج بریک خلاص بین بریم فقط بالای از نمو قسمت کلک میکنه اون جایی که شما درش کرده بودیم بعدا از بریک آمده چی میگیم برش؟ ریموف هنگامی که ریموف گفتیم پیج بریک ما چی میشه؟ از بین میره آل دوباره کنترل زید میگیم چرا ضرورت ماست اگر ما ریست آل پیج بریک میگیم هر قدر پیج بریک که ما داشته باشیم تمامش چی میکنه؟ از بین میبره به حالت اولی میره بر ریست آل پیج بریک پس به حالت اولی شما استاندارد دادیم دوباره کنترل زید میگیم تا اینکه پس پیج بریک های ما بیاد دقیق باشین اگر ما فلحال ما ایره چاپ میکنیم صفحه اول ما خدایی قسمت میبینیم آیدی نیم پوست سالری هستن در صفحه بعدی که میریم آیا چیز است؟ ما ایره دقیق فهمیده میتونیم که چی هستن دقیق فهمیده نمیتونیم اگر محتویات زیاد باشه ایش فهمیده نمیشه که این موضوعات مربوط چی میشه آیا یه اوورتایم هست سالری است نمبر است چی هستن باز به خاطر از این کار که در هر صفحه ما باید چی بیا؟ عنوان بیا، هیدنگ بیا. چی کار اجرا میشه؟ میریم در قسمت پیج لیاوت بعد پرنت تایتل. در وقت پرنت فقط تایتل شو برمون. نه اینجا نباشه. پرنت تایتل کلک میکنیم بعد روز تو ریپیت اتا. ای چی هست؟ رو است. اگر کالم باشه ما شما چی رو انتخاب میکنیم؟ کالم هم. پس بالای رو کلک میکنیم خانه رو. اینجا یک بار بالای این قسمت هیدنگ های خود کلک میکنیم زمانی که کلک کردیم بعدا چی میگیم برش؟ اوکی اوکی که گفتیم آره که در قسمت پرنت میاییم میبینیم صفحه اول ما آیدی نیم پوست سالری داره وقتی که صفحه دوم کلک میکنیم صفحه دوم مام داره یا نه؟ به شکل اوتوماتیک در صفحه سوم کلک میکنیم صفحه سوم مام داره آیا در این قسمت معلوم میشه؟ نه فقط در وقت پرنت میاییم بس خلاص وقتی که چاپش میکنیم و اگر خواسته باشیم که کار صورت نگیره دوباره در قسمت پیج لی اوت بخش پرنت تایتل میریم قسمت روز ایره چی میکنیم؟ از بین میبریم اگر احیانا هیدنگ های ما به اساس کالم میباشه باز ما شما چی انتخاب میکنیم؟ کالم ها حالا چون فقط به اساس چی هستک؟ رو هست ما رو انتخاب میکنیم بعدا این کار که اجرا شد اوکی میکنیم حالا اگر چاپش هم کنیم سفید دو مسیوم هیدنگ نه بعدا بخش بعدیش سعی کنین های گرید لاین که تزی چاپ میشه گرید لاین چاپ میشه که تزی نمیشه ما میخوایم تمام گرید لاین ها هم کتیش چاپ شود در قسمت پیج لی اوت آمده بعدا بالای قسمت پرنت تایتل یا بالای زی قسمت گروپش کلک میکنیم بخش شیپ اینجا برش میگیم چی؟ گرید لاین گرید لاین فال میسازیم اوکی میکنیم وقت زمانی که پرنتش میکنیم میبینین گرید لاین ها کدش پرنت میشه دوباره در قسمت گروپ رفته شید از این انتخاب میکنیم بلک اند وایت حالا صفحه ما خودش بلک اند وایت است اگر خواسته باشیم که صفحه ما یک اندازه سعی کنین رنگه باشه بالای هوم میریم فرض کنید یک رنگ انتخاب بکنید شما در آپورای رقم رنگا را نمیدید حالا به خاطر که فهمیده شود من در قسمت پیج لی اوت حالا فلحال اگر من پرنتش میکنم چی میاد
رنگن. از قسمت پیج لی اوت بخش پیج ستارت بالای گروپش کلیک کرده شید، از اینجا چی میگیم؟ بلک اند وایت. بعدا اوکی کرده آل در قسمت پرنت اگر میاییم رنگش چاپ میشه؟ نمیشه. دوباره در قسمت پیج لی اوت پیج ستارت اگر ما شما ایره غیر فعال میسازیم در این صورت هر رنگه که میباشه با مو رنگ خود چاپ میشه رنگه. درافت کوالیتی، کوالیتی خراب، کیفیت افتاده. اگر اینجا فال میسازیم بعدا پرنت پریویو میکنیم مستقیما سعی کنیم بسیار موضوعاتش نامده در صفحه یک کوالیتی افتاده نه گرید لاین و یعنی دیگر بسیار کوالیتی خراب. دوباره میم این بخاطر زمان استفاده میشه که بخاطر خواسته باشیم که رنگ پرنتر ما زیاد مصرف نه باز به این خاطر استفاده میشه بلک اند وایت و درافت کوالیتی. رو اند کالم هیدن، هیدن چی را میگه رو کالا؟ سعی کنین اینی ای بی سی را که شما میبینین این هیدن چی هستک؟ کالم هست و یک دوسیش که هستک؟ رو هستک. ایش را میگن رو هیدن و دیگه شما میگن کالم هیدن. وقت زمانی که ما چاپ میکنم آیا در چاپ ما میایه؟ نمیایه. خواسته باشیم که بیایه در قسمت پیج ستاب رفته شید، از اینجا ما انتخاب میکنیم رو این کالم هیدن بعدا اوکی میکنیم. زمان که اوکی کردیم سایکو هیدنگاشو میانه. صفحه بعدی هم که بریم بعدن بخش پیج ستاب شید اگر خواسته باشیم نبیه ایره غیر فال میسازیم اوکی میکنیم در این صورت نه. فقط رو کالم هر دوش یک جای چک مورد میشن همو هر دو اپشن همزمان هست. میریم در قسمت پیج ستاب دوباره ما در اینجا داریم پیج آردر. فعلا که چاپ میکنیم در وقت چاپ صفحه ما، صفحه اول ما فرض کنید ای است تا قسمت آخرش، بعدا صفحه دوم ما پایین میره تا هر قدر صفحه که باشه بعد از او ای که خلاص شد از این قسمت صفحه دوم ما رو صفحه بعدی را از اینجا شروع میکنه باز بعدا صفحه بعدی را بس اساس عمودن بر ما چاپ میکنه. اگر خواسته باشیم که فوق چاپ شود چه قسم؟ یعنی صفحه اول ما که چاپ شد بعد صفحه دوم مازیه شروع شود به این شکل داره. باز ما در قسمت پیج ستاب از اینجا ما انتخاب میکنیم over then down. این را که انتخاب کردیم سعی کنیم بعد می شکل و اگر down then over انتخاب میکنیم به شکل پایین می بعد شکل قسمت دیگر می گیره. صفحه ما خب به این اساس هست بیشتر برتان نشان دادم تا او قسمت دار. بعدا بخش بعدیش در اینجا داریم کامنت. آیا ما در اینجا کامنت دادیم؟ نه. اگر ما بر صفحه خود کامنت میدیم از قسمت ریویو نیو کامنت مثلا سمین بر از این کامنت میدیم میگیم که he works hard زحمت کش از کار زیاد میکنه. یک نظریه داریم وقت زمانی که بین در قسمت پیج لی اوت بخش پیج ستاب شید کامنت حال اگر چاپ میکنیم کامنت ما نمیاد دقیق باشه. اگر بگویم که at end of sheet در کجا چاپ شود؟ داخل شید چاپ شود یا as displays on sheet در موشیت که ما کامنت دادیم در اون موشیت بر ما چی کو؟ چاپش کو ایره هر آپشن رو که شما خواسته باشه. بعدا سل ارور از اگر ما در کدام سل ارور یا اشتباه یا غلطی می داشته باشیم مثلا مسایی میگیریم یک غلطی است اشتباه است زمانی که چاپش میکنیم صفحه آخر بزنیم اینجا به شکل چی میاد؟ وای در قسمت پیج ستاب میایم شید میگم زمانی که چاپش میکنیم چی باشه؟ بلانک. بلانک چی را میگه؟ خالی نمیگه هیچ یعنی معلوم نشده و ای که به این شکل اک باشه به شکل ان ای باشه اوکی میکنیم شکل شی دسپلی یعنی هر چیزی که باشه با اون شکل داره نشان این بود بخش قسمت مکمل پیج ستاب یک ماند بخش بکگراند. اگر خواسته باشیم بر صفحه خود بکگراند ایجاد کنیم خب معلوم دار است که بالای بکگراند کلیک کرده بعد از این قسمت ما میتونیم که یک بکگراند باشه صحیح سنی؟
فقط ما میتونیم که بکگراند بیاریم و تغییراتش بیشتر آورده نمیتونیم، مثل وورد واره که ما صفحه خود خرد میساختیم، بزرگ میساختیم، شکلای مختلف. در پرند اگر ما فلحال سعی کنیم بیدیم در قسمت پرند آمده؟ نه، ای که چه قسم بیایم در سای بعدی میرسه. حال فقط هدف ما از بکگراند است، بیایه اگر خواسته باشیم که نباشه چی بگیم برش؟ دلیت بکگراند. بعد قسمت اسکیل تو فت، اسکیل تو فت ما شما در مجموع در بخش پیج ستاپ در قسمت مرجنز دمیج خوانده بود اسکیلینگ سایزش 50% باشه 100% باشه در مجموع. بعد داریم شیت آپشن، آپشن های خود شیت ما شما فعلا اگر موشمک میبینیم از طرف چپ به راست است، left to right صحیح زنه؟ اگر بگوییم که right to left کلک میکنیم شیت ما از طرف راست به چپ میشه. این زمان استفاده میشه که وقت ما چی کنیم اک راپورای ما به شکل دری باشه و فعلا left to right. view grid line میگم اینمی grid line در صفحه ما نشان میده. هست grid line در صفحه ما؟ هیچ grid line وجود نداره. اگر خواسته باشیم که ویو بسازش یعنی ظاهر بسازش بالاش کلک میکنیم گرید لاین ها ظاهر میشه. و در قسمت پرنت پیشتر براتون گفتم این از قسمت از اینجا فعلا بخش شید گرید لاین فال است. اگر این غیر فال بسازیم در وقت چاپ میگه چاپ شد گرید لاین اینجا چی شد؟ غیر فال شد اردوشی اگر باز هیدنگ این هیدنگ میگه میگه در صفحه ظاهر نساز غیر فال بسازیم هستک؟ نه پس اگر خواسته باشیم بالاش کلک میکنیم ظاهر میشه. و بخش پرنت در پرند هیدنگ های موشما به یا نوه همون آپشن پیشتر هست موضوعات ارنج قبلا موشما خانده. بعد میریم بخش فارموله است. فارموله بخاطر بیشتر بخاطر ایجاد کردن فارموله ها یا فانکشن ها بکار میریم. مثلا ما در آخر کلک میکنیم درچ میکنیم در اینجا میخوایم که تمام معاشات کارمندان را ببینیم که چقدر میشه دریافت کنیم. درج میکنیم که grand total یا درج کنیم که مثلا total of salary. بعد در خانه کلیک کرده خب بهتر است که ما شما صفحه خود یک اندازه منظم تر بسازیم تا قسمت 27 کلک کرده انتخاب کرده کنترول C در شیت دوم کنترول V بعد این کار که اجرا شد در اینجا درج میکنیم توتال آف سالری در قسمت سالری مساوی گرفته یا بالای عمود سلک خواسته باشیم که سم شوه یعنی جمع شوه کلک میکنیم میریم از قسمت او تو سم از اینجا برش میگیم چی؟ سم سم چی مانا؟ جمع کردن یعنی جمع کو تمام سالری در مجموع به شکل اتومات انتخاب میشه بعدا انتر میکنیم 23200 تمام معاشات کارمندا چی از این قسمت بیاییم؟ چی بیاییم از قسمت insert function باز هم چی را انتخاب کنیم؟ sum اوکی کنیم اینجا دیگه مجبور است که ما خود ما انتخاب کنیم برش که چقدر جایی میکنیم فرض مثال انتخاب میکنیم میگیم تا این قسمت برمه چی کو؟ جمع کو بعدا اوکی 23000 یا بیاییم در این قسمت خود ما درج کنیم مساوی sum خوز باز انتخاب کنیم تمام ولیو هایی که جمع شد بعدا انتر میکنیم که در مجموع ما شما انشاءالله فنکشن ها را بعد از مینیو ها انشاءالله خواهد خواندیم فلحال همون تا یک معرفی میکنیم بس و اگر خواسته باشیم بلندترین ماش بر ما پیدا کنه میدن در قسمت سم اینجا برشی میگیم مکس یا مکسیمم انتر میکنیم بلندترین ماش ما چند دستک؟ 14 و اگر خواسته باشیم بلندترین ماش بر ما پیدا کنه پایین ترین ببخشین چی انتخاب میکنیم؟ می
انتر میکنیم پایین ترین ماش ما چند است؟ 300. و اگر خواسته باشیم که چند کارمند داریم، میگیم در قسمت سم از اینجا برش چی میگیم که count numbers. بعدا انتر میکنیم چند کارمند است؟ 27 کارمند. بعدا بخش بعدیش ده داریم، فرض مثال ده. average وسط از این چند است؟ ده و ده چند میشه؟ 20. وسطش چند میشه؟ ده دیگه. مثلا اینجا داریم 4 4، اوسطش چند میشه؟ افریجش خود 4 4 4، بخاطر که 4 4 8 میشه، اوسطش 4 میشه. اینا اگر از قسمت سم بیم، از اینجا برش بگویم که افریج، انتر کنیم چند شد؟ 10. اگر از اینجا بریم باز هم برش بگویم که افریج، انتر کنیم چند شد؟ 4. این بود موضوع قسمت فانکشن ها. انشاءالله به شکل اساسیش بعدا بعد از تمام مینیو ها خواهد خواندیم. و این بود درس امروزی. ما شما کار میکنین، مشکل میباشه فرصت.